اینا رو چرا برگردن؟ چی شد؟ میخوام بدم بچم بخوره. باشه یه یه دقیقه. چی شده؟ بیا تو دارو ببن قربونت ببن. چی 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 میکنی؟ یه دقیقه خوشون باشم. من بعد برگردم جبه. بیا خود شاید بخواد برگرد جبه. تو اسیر شدی، تانگ آدم زدی، بریاشو بذار بقیه. بیا اینجا، بیا اینجا. ناصری به هوش اومده ولی منو نمیشناسه، نمیتونم از قصد نمیشناسه که براش مشکلی پیش نیاد یا مغزش عیب کرده. شانس من مغزش عیب کرده؟ تو به جاش باید بری. چه ربطی داره؟ بهت چند بار گفتم اسکندر یه کاسه زیر نیم کاسه‌شه، حرف منو گوش نمیدی که. اسکندر مگه دیدی چی ازت میخواست؟ چیه فرفرز اینجوری گنج رو میخواد؟ گنج؟ خب باشه بهش بگو. بهش بگم؟ آره بهش گفتم. بگو لب مرزو بگم جون اثاره بره. اون شده با گرگه، مگه فیلم میکنه عزیز من؟ میره درش میاره، فکر کردی همینجوری؟ بذاره 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 بلکه یه بلایی هم سرش اومد، شرش از سر تو کرده شد. قربونت برم، مگه تنها میخواد بره؟ منم میخواد با خودش بکنی که بیجا میکنه. بگو من اسیر شدم، مفقود نظر شدم، شهید شدم، خانوادم رو در بدر کنم، نمیام. اسم گنجم نمیاری فرد. اسم گنجم نمیارم، میرم دوباره زندان، هم فاحشم بدن، هم بیختر. من گره دوباره کنم. تو راحت زبونه به خیلی خوشی زمی چرخه فرد. جان کاوه یه خیلی خوشی به من نشون بده، دوون رو سی بار دورش بچه. باشه این مرد میبخش. بله بله همون جا چش چش یه کار داره. این کار من میتونم، مگه من میتونم؟ قربونت برم. باشه باشه برم. یالله شما نمیدونم، شما نمیدونم. برو قربونت برم. نه خون میکنم برم. یالله یا الله سلامت باشه. ببخشید مزاحم همشید. بفرمایید. بله سلام فریبرز. تویی؟ به خانوادت گفتی قرار دوباره برگردی زندان، شاید امشب آخرین باری باشه که پیششون هستی. الان زنگ زدی این چرت و پرتا رو با من بگی، بعد بیشرف گفتی من از جبهه زنگ میزنم. تو چه جانوری هستی؟ چطوری اینقدر دور کنی؟ همچین بیرا هم نگذم. تا چند ساعت دیگه هر دوتا همون تو جبهه ایم. آماده باش. ساعت 4 بیا سر خیابونتون که سوارت کنم. ببین سلام علیکم. بله 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 میرسونم خودم، کارا رو انجام میدم، نگران نباش. نه خسته نیستم، خودم رو میرسونم. یالله باشه. نه اونجا کارا جلو نمیره، من نیستم، یه جای کار میلنگه، بعد برم دوباره درسم. قهرمانید به قرآن، ما به شما افتخار میکنیم. خدا شاهد. تکلیف دیگه، یعنی الان دوباره باید برید؟ بله دیگه، من برای خودم که نیستم. کافر پری خانم گناه داره، این چه امیانو رفتنی؟ یه مردی مثل من زندگی یکم بالاخره سخته دیگه، آخه ما برای خودمون نیستیم. ما اجازه ببخشید، ما به شما افتخار خدا زیادتون افتخار میکنیم. سلامت باشید. سلامت باشید. امید خدا کاری داشتی در خدمت تو هستم. این هم شواری نمیشه برای این پری بدبخت. چی کار میکنی؟ ساعت چنده؟ ساعت میکنی چکار کی بود؟ ما چهار صبح وقت داریم از ایران بریم. تمام از ایران بریم؟ اسکندر بیشرف میخواد منو ببره دیگه، تهدید شدی با هم ساعت قرار گذاشته. کجایی؟ جا میکنه باید در رو جنازه ای من رد شده. عزیز من حالا اگه به بهتر آمیزشتن چون شوهرت قهرمان بوده، میخوای من خائن بشم جلوی مردم، میخوای همسایا دیگه نگاهت نکنن، میخوای این سه تا دختره دیگه که میگه سلام 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 دیگه نگاهت نکنن. خودم رو تو نیاره آورده نیاره. نمیبینی عشقای این زن رو؟ نمیبینی توی بدبختی؟ چرا همش گره تو زندگی من؟ آدم هایی مثل اسکندر رو نمیبینی میفهم؟ بزن من اصلا بسوزون آتیش کسر کس نگو بد بس کس نگو قبط کردم. خود این بچه رو مرد بیار برو مابونه دار نکن عشقایی تو رو مابونه دار. هر وقت عروسی داریم تو میخوای به جبه. عروسی
زندگی من خودش عروسیه. عروسی؟ اصلا من باشم دل و دماغ دارم الان بیام وسط. زن حسابی، همه زندگیمو، همه هست و نیستم و دارم دو دستی میدم به این زالو. تو به فکر عروسی؟ تو همه زندگی یه مش سکه است که من نیست کجا زیر خاکه. همه هوش و حواست زیر خاکه، اونم بین ایران و عراق داره دست به دست میشه. فریوز تو قدر چیزایی که زاری رو نمیشه. شروع کرد باز الان میخوای نیمه خالی لیوانو بگی. حواسم کجاست؟ هست و نیستم کیه؟ دارم این کارو میکنم که میراثی بذارم برای بچه، برای کی دارم میذارم؟ حواسم پیش تو مگه نیست؟ مگه نمیخوام شما رو از خونه مردم ببرم بیرون؟ مگه نمیخواستم ملکت کنم؟ حالا باید دو دستی ببرم همه چیز فدای سرت. ببر بهشون بده، بذار شهرش کنده بشه، بذار آسایش پیدا کنی. فریبرز، یه خلوان لباس برات گذاشتم، مز رضای خدا این بار خواستی اسیر بشی لباس خود رو تنت کن. اینم عاقبت من. شب آخر بین زنم و من چجوری خداحافظی میکنه به فکر لباسی؟ خدا نکنه. چرا شب آخر؟ دارو ببین خودشنم تایساک چی میگم؟ هر بار دارم این کارا رو میکنم. یه مرد آخه تو زندگیش چند بار باید بیفته زنده؟ تقصیر منه. چند بار باید سرش بخوره به سنگ؟ چند بار باید دور از جونش باید بمیره و زنده بشه؟ با فری بارز، من نمیخوام ملکشم. هر جا تو باشی من اونجا ملکم، ملکه دنیا. الله اکبر. آخه فرشته تو بالات کجاست؟ اینا منو ببین. منو نگاه کن. ای خدا تو بال داشتی چیدی. ادا بپایید. سلام عرض دارم اسکندر. دادا بلکات الله بنده توبا نشناختی؟ کامرانی تویی؟ فکر کردی خودم رو کشتم از شرم خلاص شدی؟ من که میدونم تو چه حیوانی هستی. جنازه اون بدبختم دیدم. خیلی منو دست کم گرفتی. تو پادوی من بودی پس فطرت. درست حرف بزن. چیه؟ چی میخوای؟ بعد این همه مدت به من زنگ زدی؟ از سهم سکه ها رو میخوام. کدوم سکه ها؟ همونهایی که دنبالشی. من خبرچین رو تو تعقیب کردم. بازی بدی رو شروع کردی کامرانی. این بازی خودت شروع کردی. اگه همون موقع موی دماغم نمیشدی منم زندگی اون میکردم، تو هم تکخوری تو رو کردی. ببین اسکندر، مدارکی دارم که با هر ورقش سه بار ادامت میکنم. الان چی میخوای تو؟ گنجو میخوای باشه؟ بیا یه جایی من به تا آدرس گنجو میدم. خود تنهایی میتونی درش بیاری؟ نه، تو درش میاری با هم میخوریمش. خیلی خوب باشه، بیا یه جایی با هم صحبت کنیم. من هیچ صحبتی ندارم. فقط 10 روز وقت داری اون گنجو در بیاری و سهم من رو بدی. الو کامرانی. الو کامرانی.
سلام. نیومد سر قرار چی شد؟ هم دو ست وایستادم اومدم شرف مرد نیستی سر حرف زور خودش رو خواهی نمیسته دو ست من را علیه بود کرد بلیش کن شرف سر قرار دیشب که بمباران هوایی بود احتمال داره که تونه بمب خورده باشه وسط خونه این سقط شده باشه نشسته با خودش فکر کرده چه کاریه برم وسط دشمن برای چیزی که معلوم نیست هست تو این شیطانه مگه اون میگذره از این چیزا این که نبوده این بچه رو اماده کن من برم بچه رو کجا ببرمش میخوام برم عیادت ناصری شاید این بچه رو با من ببینه دلش برم میاد یعنی چی؟ یعنی خودشو زده پام با؟ آره چی بیدونم؟ که نمیشناسم ببین من که میگم این اسکندر بی همه چیز اونم تهدید کرده ترسونده ولی برس فرمانده جنگ از هیچ چی نمیترسه یعنی چی که ترسونده تش بعد پیش شدیم همه فرماندن همه قهرمانن شوهرت زن حسابی شوهرت قهرمانه یعنی چی؟ یعنی همه نمیترسن فقط من میترسم یعنی این دیگه فری بفت من گفتم تو میترسی؟ آره؟ من گفتم بد میشه همش نیمه خالی منه چرا میبینیش؟ چرا نیمه های پر منه نمیبینی؟ زن حسابی قهرمانه من قهرمانه من با خود نیمه پر نیمه خالی پرشه تو 80 کیلو پری من حالا قفونه درم من وقت بابات نباشه تو دیگه بعد از مادرت مراقبت کنی مرد خونه ای بخیر الان میریم عمو رو میبینی بخش میرم چه بخش بابا دست خودم جان الله سلام سلام علیکم سلام بابا اونو بزن بزن بابا دیدی عمو قهرمانو ها سلام علیکم حالت خوبه؟ ناصری جان، بالاخره من یادت اومد بله، یادم اومد اون روز با همکارتون از جهاد اومده بودیم اینجا دیدن من ایشون کیه؟ کاوه سیه، کاوه پسرم خیلی راجبش براتون صحبت کرده بودم نه، اون روز هیچی از این پسر به من نگفتی نه، اون روز نه که تو جنگ تو اردوگاه راجب کاوه صحبت میکردم باز داری در مورد یه چیزایی صحبت میکنی که من اصلا یادم نمیاد ناصری منو میشناسی بالاخره یا نمیشناسی بله معلومه که میشناسم گفتم که از جهاد اومده بودین با اون همکارتون جهاد چیه ناصری باز دوباره داری من که میدونم چرا منو نمیشناسی این اون دفعه که برات قوه آوردم سر رادیوه منو نشه الان دوباره همون بوزی رو داری با من در میاری قوه رادیو من سرم درد میکنه اینقدر سر به سر من نذار من شما رو نمیشناسم لاواکر ناصری از این بچه خجالت بکش چه طرز حرف زدم بابا یه دقیقه گوشتو بگیر گوشتو بگیر بیا برو بابا یه دقیقه بیا برو اون پاش بسه من نمیخوای دکتر بشی برو بیمارستان رو ببین بابا همون پشت در وایسیا ناصری بالا غیرتن کمکم کن چه کمکی از دست من برمیاد؟ اون لباس پسیاه بود که من پوشیدم بر اون درد سر شد از لباس آذر هوشنگ بدتر یه وطن پرسته واقعی هیچ وقت لباس دشمنیشو نمی پوشه میگم مجبورم اون کردم من که خودم پوشیدم مجبور خودتو فروختی؟ حالا اومدی من کمکت کنم؟ خیلی پستی
خیلی پستی. اینطوری نیست. برو بیرون. میگم مجبور. اگه نری داد میزنم همه بیان اینجا بفهمن تو خائنی. داد نزن دیگه جونشون ندارم. برو بیرون. میرم. خودم میرم. ولی به اون خدا مجبور شدم پوشید. واسه. یادت اومد. قربونت برم ناصری. ناصری و کوفت. ناصری و درد مرض. یه جمله میخوام بهت بگم، من اینو به هر کسی نمیگم. تعداد نفس‌های هر کسی از قبل مشخص شده. نه یه نفس بیشتر، نه یه نفس کمتر. خودتو نفروش، مرد باش، مرد. برو. همه خدمات من یادش رفت. انگار نه انگار من به خاطر ستارهای اون لباسی که تو تن من کردی به اندازه ستارهای آسمون شکنجه شدم. یادت رفت. یادت رفت من گفتی سرهنگ. کم به من گفتی سرهنگ. بابا ستارهای تو بیشتر یا اون آقایه؟ من تو عراق همه دنبال من میگشتم. بابات قهرمانه. کجایی بابا؟ پچه نشین میرفتیم گفتی اون آقای قهرمانه. اون نایب قهرمانه. قهرمان من هم. من اونو نجات دادم. چطوری؟ حالا نمیشناسه منو. نقشه کشیدم بابا. اونجا همش من داشتم فکر میکردم. همه داشتن غذا میخوردن بابات فکر میکرد. همه داشتن میخوابیدن بابات فکر میکرد. شکنجه میشدن بابات فکر. از این استفاده میکنم بابا. شلوغ این مغز. چند ستاره داری؟ من اگه هیچ ستاره ای ندارم تو آسمون. خدا ول کن منو. من بقیه تو آسمون ستاره. بابا چرا حرف میزنی؟ این ننت شدی. حالا اون دیگه حرفای رادیو رو هم میزنه غیر از حرفای خودش. تو هم شدی اینمون. برام که نبودم کم حرفیه به دیاده. بابا آدم اینقدر حرف میزنه از اینجا بیشتر استفاده میکنه. کنی اصلا چه تا کجا دارم به قرمونت مگه قرمز نیست ها بچه نیاز داری چیزی بپوشی تو گونی هم بپوشی بهت نیام 80 کیلو تیپی مبارکت باشه تو چه فکری بودی تو چه فکری بودی به چی فکر میکنی فریبرز خب حرف بزن با من دیگه فکر تو سر من بگو دیگه چی داشتم فهمی که اگه این ماجرای اسکندر هم تموم بشه برگردیم دوباره بینیم باغ زندگی کنیم بابا یادت باغ و چه کیفی میکردیم شیرو رو یادت بابا این خونه بادم بود فریبرز خدا از زبونت بشنوه اصلا میگم نگاه کن طاهر و احمد هم اونجا پاگوشا میکنیم همسایه هارم دعوت میکنیم من که جوابا میکنم برای اینا قرونه من زیر دین کسی نمیمونم که الان خواهی جبران کنی؟ جبران میکنم دیگه عروسیشون فردا شب فردا صبح پاشا خودت این بچه برین یه دستی بکشیم به سر الله حکم باز نفت نیست؟ نه نفت نیست دیگه فریبرز من توی جوبه خودم میشونم همون بیرون نمیرم منو میشناسی فریبرز نمیشه که بقید با یک کتری بذار من خودم میشورم اونجا تو اردوگاه من با دو تا لیوان این هیکل رو میشستم یک کتری بذار رو چراغ داخش من خودم میشورم قربونت برم تو میدونی من خاطره بد دارم از اون همون همش اتفاقی بوده آره همش اتفاقی میگم اتفاقی بوده الان اسکندرم با تو کار داشته باشم یه تو همون حتما دنبال صدام میگردم اونجا تو میگه اسکندر من میگم همشون یادشون رفته ول کن دیگه اوقات خودتو منو تلخ میکنی عروسیه مثلا پرمز نکن اینجوری باشه باشه قربونه بذار بکنم پاچم اینم زنده باشه ایفه خاک بر سر من کن اینقدر میرم اون همون اگه صدام نیمه باشه بل کن فری باز
اون چه کت قشنگیه، کت شلوارشو. آره اینم برای یه شب یه دونه کت شلوار گرفتی. آقا قربونت برم. خب این بچه رو اینجوری داری پرورش میدی؟ پس سر میخواد هر روز که میخواد بره یه لباس نو بپوشه. بپوشه. ببینمت. ببینمت. نیت که ما داماد بشی شلو مامان. شب داماده من یادته. یعنی بودم. یعنی. بابا معلم می اومدم گفتم قیصر اومد خدا شاهده راست میگه سیبیلام هم روغن زده بودم یه چیزی شده بودم بابا زده هنوز نگو اینا رو الان دیگه اینا رو نگو دیگه نگو پش مامو پش بی برو عوض کن اینا رو پش گرمه بابا گرم یه قرونت دارم سر تو بگی بارو بابا سر تو بگی بارو صورت تا بشور بگی بارا اپا همین مونده رو بس حواست اصلا نیست همش دنبال شیطنتی برونت درم من دست بکشو آقشن برو برونت درم خوش شدی بابا آره موات خوش شده برونت درم من آفیت باش آقا فریدور سلامت باشی چرا هر وقت من میام اینجا تو بعد اینجا باشی چی از جون من میخوای کی فکرشو میکرد به این زودی برگرد بشه زن بچت بابا برو شما کف داره هنوز سره که قرونه درم برو بشین خودتو برو چرا برم؟ بابا میگم برو کف داره سره برو یه آب بریز و سرت برو قرونه درم میترسم جن داره الله اکبر جن کجا داره بابا بیا برو قرونه برو تو برو من اومدم برو اینم آدم اونجاست بابا برو قربونت برو من اومدم فکر میکنی من ازت میترسم ها میخوای داد بزنم بگم ساواکیه بگیرن حتکت باتک کنم داد بزن معلومه که داد میزنم دیلم برا بکنم اول خودتو میگیرن جناب سرهنگ لباستو بپوش بیرون منتظرتم سلام باشه برو سلام باشه برو بیای تو سلام برم کجا می‌بری؟ دست دارم همون حواله میرم برو همون چه رنگ سفید شده رنگم پریده کجایی؟ هی بهت میگم من این همون نرم چرا چه شده مگه؟ هیچی بد دارم این کلید باغو بیار یعنی چه کلید باغو میخوای چیکار کنی؟ من برو بیا خیلی وقت به اونجا سر نزدیم میخوام برم اینم در و دیواری سالمه برای زندگی هنوز مناسبه یا نه فردا با هم میرین دیگه نه من الان بد دارم قرونت دارم هی بهت میگم من این هموم بیرون نرم هی میگی برو شده کسی چیزی گفته فریباز ها؟ هیچی نشده تا کی باید مزاحم مردم باشیم ما این بنده خدا که حرفی ندارم این هم به ما خدمت میکنم من باید برم الان فریباز یه چیزی شده هیچی نشده جونه تا رو برای یه چیز بیازه من میخورم جونه کن بخورم هی بهت میگم من این همومه نرم میرم انگار این ساواکیه با آدامس جلوم وایستده باز میگی برو برو بعد بیا قربونت دارم برو من بیا بریم خودت تو من دوست ندارم بیا گشنه اونا بچا یه چند تا آب خوش خوره دست چند تا تو جون داری دست شما اون چیه تو خودت فریم از چند تا جون داری که این که اتفاق برشه این همه بلا سر تو اومده هنوز زنده ای اینا رو آره عرصی بگیره بدبخت کنه خودش خیلی ممنون دست شما در خوشحاله این فریبوست بسه شما زود برای برسه برسه آیا عروسی میشه همه بزن بزرگ برو تو به زمان یه نفس راحت کشش کلید تو هم هست کلید تو هم هست زود بیا فریبوست میگم کلید تو هم هست
از خدا بی خبر بیا به تمرک بری با اسکندر چه قراری دارین؟ با اسکندر من قراری ندارم که اسکندر بی همه چیز قرار گنج رو در بیارین؟ چی هم چه حرفی زده اصلا؟ اون هیچی از اون گنج بهت نمیده خودم بهتر از هر کی اونو میشناسم به شما که رئیسشی رحم نمی کنه وای بال من که دشمنشم اجازه بدید نه خیر بیا تو ببینم مطمئنی اینجا کسی نیست آره هیچکی نیست مدت هاست هیچکی نیست یادش به خیر چه خاطراتی من تو این خونه دارم زیادی حرف نزن بله بله باید یه امانتی برام بگیری چه امانتی اینو میبری به این آدرس میدی یه سری کتابه واسم میگیری میاری چه کتابی؟ من بدون کتاب نمیتونم بخوابم تا صد پشمانی خوابتون میبره بعد من اینجا زیادی کتاب حرف نزن بله 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 اینه میبری یه کتاب رو میگیری همین امروز هم باید بری خب اگه امروز نرم عروسی که شک میکنن کجا این؟ خب فردا برو فقط مواظب باش کسی تعقیبت نکنه چشم چشم ظاهر و باطن چند وقت اینجا رو بل کردیم؟ مدت طولانیه پس چرا اسباباش رو نبردیم؟ دیگه داستانش مفصله یه سری گرفتاری ها بود که دیگه وقتشه یه گله حرومت کنم نه چه نقشه ای داری؟ چرا من رو آوردی اینجا؟ خدا شاهده من هیچ شق اصلا من نمیدونم نقشه چی هست اینو بگیریم پایین اینو بگیریم پایین دروغ نگو به خدا دروغ نمیگم بذاریم براتون توصیح میدم یه سری آدم دنبال من بودن داشتن منو تعقیب میکردن خب من که نمیتونستم زن و بچه‌مو بذارم اینجا میومدن سرشون رو میبریدن چرا که زن و بچه در میاد ندارن چرا منو آوردی نه نه گرفتنشون قربونت من که بچه نیستم که مرد حسابی همه چیز داشت خوب میشد تا اینکه اومدی همون قلم پام بشکنه من یه سوال از تو بپرسم تو چطوری تو تمام زندگی من این عجل معلق ورود میشی اینو به من بگو زیادی حرف نزن برو درم پشت سرت قفل کن خب درو قفل کنم چجوری میخوای بری بیرون اگه کار داشته باشی گنجشک مغز همه چی باید عادی به نظر بیاد من که بخوام برم بیرون از دیوارم میتونم برم بالا عادی باشه دیگه در باز باشی که میفهمن یکی توشه بده من اینو بفهم فریبورس بله اگه کسی بویی ببره که من اینجام زن و بچه تو دیگه نمیبینی برو یه برو دیگه آخه مرد حسابی مرد گنده آدم میره با رئیس کشور دشمن عکس میگیره آخه خاک برم سرت کنم الان که کسی نیست فری باز خودت هستی خدای خودت حقت تو همونجا تیروارو میشی هوز دست راحت شد خودت هم دست خودت راحت شد چی میفشی بردا؟ میرم بکنم؟ اینه فرقه بایستادم میرم باشه میرم چی شده؟ چیزی نچه میرم الان دست بگو بردا امس خوبه؟ خوب شده؟
مریض بودی مگه؟ چی شده؟ من مریض بودم. خب چی میگی خوب شدم؟ چی شده میگم؟ آره دست شادی کنی، شادی کنی. بدونی چه بلایی سر فریبرز اومده. ماشین سر را بی زحمت جابجا کن، ماشین اونو بیاریم بیرون. شما؟ همسایه بغلیتونه. ماشین را خریدی؟ بله بله خریدم. به سلامتی. بده خودم جابجا. بیا بیا خدا. مبارک باشه. سلامت باشی. آفرین باشه. بله بله. روشن نمیشه. یه سویچ مخفی داره. مراقب با همون این همون جبت میمالم به ماشین میرم. سلام. رفته سر جای اصلیش، رفته طویله. کتابا کو؟ بله کتاب نامه رو دادم بهش، گفت تا دو روز دیگه کتاب رو میده. این نامرد خدا شده راست میگم، میگم جاش روزنامه بردم بخونی این دو روز بگذره. روزنامه میخوام چیکار؟ چمو که بهش نگفتی؟ من تیزم مرد حسابی، بعدم اینو بهتون میگم، میتونید اینجا بمونید تا هر وقت که دلتون میخواد. اینم تخم مرغ و نمیدونم نون و برنج و اینا براتون. بذار پله. چش 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 تاوارم میگیرم، فقط این عکس منو تا وقتی که ایرانم پیش خودم امن‌تره.
پس خودتون پارش کنید بریزین دور که دیدین که من دیگه جونم واقعا به خاطر شما بخدم. زیادی زر میزنی، خودم بهتر میدونم چیکار کنم. چشم. پس با اجازتون من برم. فریبرز. بله. اینجا هم نیست. بله. جایی دیگه ای سراغ نداری؟ همینجا هم بفهمن هر تک منو فتک میکنن. دیشب چند نفر از دیوار باغ داشتن میومدن تو. الله اکبر. دیوارای اینجا کوتاه، دزدن. چیز خاصی نیست. میاد نگران نباشید. برو دیگه. چشم. چطور برو بیاری؟ بله. چشم. بفهمید چون یا الله. سلام. یا الله. بفرمایید. یا الله. سلام علیکم آقا فریبرز. خدا قوت. زنده باشید ان شاء الله. سکو کوفر شوهرت خیلی زحمت میکشه خدا وکیلی. بس. سکو کفشاش انگار همینه باطلاق و میگه جهادم خیلی کاری سخته. حالا تمیزش میدم. ببخشید به خدا ما اسباب زحمت عزیزم این چه حرفیه؟ چه زحمت رحمت. کار ناری مو بریم همه کارا میکردم. خیلی زحمت کشی امروز. به خدا کمک حالم بی. خدا خیرت بیا. بیا برو به شوهرت. سلام احمد آقا برام. دست درد نکنه. ببخشید طریقانم یه زحمت مخواستم بهت بیم. میخوام یه تو پارچه بیرم یا بشه برم لو، یعنی با هم بریم اشرف خانم یه زحمتی بکشه، هم برم لباس حامله ای درست کنم، هم برم بچه لباس نوزاد. گفتم یه زحمتی نیست، میشه هم تشریف بری سلیقت خوب هم انشالله. چشم میاد. حالا لباس نوزاد هم دیگه آماده است، یه نمیخواد بگیری برای خودتون میخواد. خواه نمینه مامی یه دختر بخون لباس دخترها حسه اون رو تنش میکنه، ولی یه پسر با دختر فرق نمیکنه. خب دختر خیلی شوست دارم خواهد میبینی. ببخشید ببخشید من برم تو این میام الان اینم تمیز میکنم. این حرفا شیطان و قرآن. این حرف نظر هی معذب میشه برای ما. امید خود تو لباسه تو عوض نمیکنی؟ عوض میکنم برای کفشو. چرا اینقدر گلو شدیه؟ آی سر زمین کشاورزی کار میکنی؟ برم لباسم عوض کنم. لباسم. خیلی خب یه نه وصلش که من بلد نیستم. اون چیه؟ چیه؟ میگم کشور خانم اون داده دیگه. گفت اینجا دیگه تلفن بزنی سیم کشیده دستش درده. چرا مزاحم مردم میشی بی خودی مجبورشن سیم بکشن بیان این بر؟ من گفتم بهش خودش لطف کرده. خب پس بگو یه دیوارم بکشه دیگه، ریخت نحس منو نبینه. خب بگو از وقتی که من برگشتم انگار دشمن برگشته. طلب کاریم ازشون؟ ببین چی جوری میکنی؟ برو چابو رو برده بیار. برو میگم چابو رو برده بیار. چابو رو برده بیار. چابو کشی بیار. چابو میخوام اینا درست کنم. انبور دست که ندارم. کوستی ماش. یا نه سیم چده؟ سب کن. نکشش اینو نگاه کن. در رو برد. نگاه کن. نگاه کن فریبرز بیا. نکن به دندورت نکن. اینو بگیر. اینو بگیر مثلا. اینو بگیر دستت. فریبرز اینو بگیر. اون کارا رو نکن. چاقو بیارم. اینو بگیر دستت. نمیخواد. بیا نکنم چوری بیا با چابو پس بیا اینو بگی یه دقیقه پس من بده من نکن بگم با دندونت نکن اینجوری کن نه راحت تا دیگه فری بارس بسا ببینم هم بر دستی چیزی ندارم اینجور نکن جای این حرفا برو چسب رو بردار کن اینگه با اعصاب من بازی نکن نکن تو رو خدا چسب چی میخواه این چسب سیاه آره همیه چیگم چسب بر حالا اگر چسب بیدیم کابه باز از اینا نمیخواد اینا بگیری خودم میدم میخرم ولش کن بخوای تو بگیری بچه رو برق میگیره دیگه مگه سیم برقه قربونت برم سیم تلف بیا این الان سیم دیگه برق این الان به این چسی این هم به این چسی بفن دیدی برق تو چیچ برق الان این زنگ بخواه شوخی داری با من از زمانی که من اینو گرفتم دستم این وقت زنگ خواهد گفت به چی نگم خودش سر شوخی رو با من باش کرده سالها سال شوخی بود آقا از زدمی الان این هم اگه زنگ نمیخواد این تو دست من نبود الان زنگ میخواد من برمی داشتم گفت انا صدام با این قصیبی میگفت چطوری فری بارد که اینا دیگه فکر کنم واقعا من با صدام بله تلفن با شما کار دارم ما این با ما کار دارم چه بله عدی بود دادا سلام بزن توی گوین که نصف زبون بیشت نداره تو بیا یه تر اداره ببینم من نمیتونم آخه دارم میرم ماموریت همین الان دارم میرم من چند روزی نیستم اصلا ماموریت کجا میری؟ اون دو رو بایدن کی دادی حرف میدادی؟ نه با شما نبودم نه نه آخه همین الان دارم میرم خداحافظ خداحافظ چه موقعی هست این زنی دارم میرم ماموریت تو حتما فراری هدی؟ نه من مگه میترسم من از شما نمیترسی؟ نه از چی باید بترسم
چی؟ الان کسی پیشم نمیتونه درست حرف بزنم. فریباز بیا دیگه. چش اومدم صدا میکنم. تبات ده گرفته. نه کی مثلا؟ این شد تبات بدکوک. نه خیلی ها به من زنگ میزنم ولی کی خب مثلا بیرم؟ درباره بعد گتی باید تبات ده گرفته و طلاد یه آدب پراری. فراری؟ فراری که؟ یعنی مثلا دزدی ساواکی اینا؟ گتی باید تبات گرفته. من کی گفتم تماس گرفته؟ خود طلا گفتی یه تواکی بهت زنگ داده. نه به جز شما نه هیچ کس. من؟ مهدی که بفاته به هفته دادت باش خجالت بکش. نه نه شما چون گفتی ساواکی من دارم اینو میگم. گتی تدایی من نمیستم برو بیرو با شما نیستم با شما نیستم. گفتم دایی دلت واسه زندان تنگ شده؟ نه من غلط بکنم. اگه هم کسی با تماس مشروع گرفت به من خبر میدی. چشم دیگه هم با من از این شوخی ها نمی کنی پری باز. فهمیدی یا نه؟ در اون مادر اینو نکن کسی خبر خوب به ما میده بود تلفنم کنش کن چه کنیم کجا برید چی نه اینا از سرش پریده خدا رو شکر خدا رو شکر دیگه چی میگه ولش کن تو دردای مردا دخالت نکن دخالت نکنم تو هر کاری کنی به ما رب پیدا نمیکنه عزیز من نستشم به شما نمیگم تو کجا این سینه کوه درده آبنبار اسراره کجایی وقتی بهت میگم اون بی پدر و مادر نباید بیاد ضمانت منو بکنه که حالا این برده زر خرید اون بی شرفم هر کاری میگه من بعد الان بکنم چرا غلط میکنه خدا شاهده فری اون زندون شرف داره به این آزادی این چیز نکو بخود الهی ببینم راست میگی از موقع که آزاد شده آزاد بودی از این خبری میگه گل گوشه ای یه هوایی بخار به سرمون من چی میگم تو داری چی میگی راست میگی چه هوایی که بر سر من کنی ملموس کجا میری چی کار میکنی چی میخوری چی نمیخوری میخوابی کجا میرم دنبال خوشگذرونی میرم دنبال بدبختی همه که پروز داره بیشتر میشه کجا میرم نیست میگم به به قولی یارو گفتنی خشت اول چون نهاد معمار کش تا سریا میرود دیوار کش معمار زربون مثلا که توش معمار داره الان من تزنی چه من توی زن من که من قبول نداره من چه طبق با یه مردم دارم این زانه منه این وضعیت منه من تو رو قبول ندارم فریباز نگاه کن چیکار میکنی با خودت اصلا نه روز داری نه شب داری نه خواب داری همش کابوس میبینی آخه چه فکر و خیالیه تو داری فکر و خیال این همه فکر و خیال و نقشه داشتم تو زندگیم شدم این نداشتم الان کجا بودم کجایی فریبرز یه خواهشی ازت بکنم تو فکر نکن کجا فریبرز میخوام نگردم زندم میخوام برم میگم آقا من خودم دستیار صدامم اکسم هم چاپ به چه تو روزم خلاص دارم بسافر اگه من رو تو سایه بسافر باشه بسافر سایه بسافر بسافر من باشه سایه تو من رو نگاه با چیزی از هم ده سایه این من دارم بسافر من بجیز شده نکن بشین تو من برم گل گافزه بود من پیرم بجی حسلت جایی بشین برمت برم بشین برو دیگه میخوام بدم ببری بدی بهش با این کاری برو تو برو بشین بشین الو شفی سلام علیکم علیکم سلام خوب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم از این لحظه به بعد همه جور فریبرز رو زیر نظر میگیری بروی چشم خیالتون راحت